او حضرت دکتر، هر کس که هدف خود پیشکی تشخیص میده، ترسیم میکنه، ناکام است. امی ساختار بندی و پیشکی کلیشه جور کردن و اصولنامه و اساسنامه بیعت جور کردن و آخرش هیچ. اضافه روش مبارزه را تغییر میتونه سید. هر وقت که نیروی انسانی در دست بود، جغرافیا بود، باز بگو من این کارا میکنم. وقتی که آدم نه جغرافیا داره نه نیروی انسانی، هر روز ساختار و شکل به تفایدش چی است؟ مثل آدمی به پیسه که هر سوپرمارکت جور میکنه، پیسه نداره بلند منزل جور میکنه، پیسه نداره مارکت جور میکنه، پیسه نداره فارم زراعتی و مالداری و باغ جور میکنه. در تخیل امروز که اول ما قدرت سیاسی را گرفتیم، از نیروی انسانی تحت کنترل و جغرافی تحت حاکمیت آمدیم، جامعه را گرفتیم به نام نقاط سلسله جبال هندوکش که حاکم در پایتخت کشور است. در طول تاریخ هندوکش کسی که داشته باشه حاکم است. مبارزه در از مدت ادامه پیدا میکنه، از منابع طبیعی و دامنه های کوههای هندوکش که گدام غله افغانستان است بهره میگیره، ازش رو زکاتش، از مالداریش، از معادنش. هر متجاوز در جنگ دراز مدت در ادامه سلسله جبال هندوکش توسط مبارزین چی میشه؟ به جنگ فرسایشی، به ورشکست اقتصادی و قلت منابع جنگ و تجهیزات مواجه میشه. و هر متجاوز خارجی با تجهیزات مدرن وقتی که می آید، این در اراضی هموار و مسیر سرک جنگ میکنه. مجاهدین در زمان اشغال شوروی در مناطق ارتفاعات کوههای هندوکش موقعیت های استراتژیکی را داشت. احمد شاه در جنگ دراز مدت پایگاه سازی کرده بود که می گفت کل افغانستان و روسا بیاید 10 میلیون، صدها ارادت تیاره و تانک بیاید به بالای ما. ما هیچ وقت در اراضی هموار با دشمن متجاوز مسلح نمی جنگیم. خب در مناطق اعماق سلسله جبال هندوکش زندگی میکنیم. دشمن وقتی که میاد به ما بزدن ما پیاده میشه، که پیاده شد ما از بلور قسنگلم کشته میتونیم. هیچ وقت تا دشمن پیاده نشد امروش مقابله نمیکنیم، چون ما جز جنگ پیاده نیرو نداریم در تجهیزات مدرن روسیه که بجنگیم. ما وقتی با دشمن خدا رو برو میکنیم که پیاده شد، باز در صورت که جنگ به پیاده نظام تبدیل شد، ما بالا هستیم و پایین به سنگ هم کشته میتونیم و بنا ناصر میشیم نکشته. این رقم مبارزه در از مدت پیش تنظیم شد و بعد آمدیم وقتی که دشمن ورشکست شد، کشور تخلیه کرد، از کوها مثلی که برف آب میشه در بهار دریا میه، مناطق همواره زراعت میته، نیروهای مبارز مجاهد از کوهای هندوکش سرنشین میاد، از مسیر مطمئن از سمت شمال بدخشان، تخار، قندوز، بغلان تا پروان و کاپیسا آمد، در روز دنگی پنشیر پایین شد، فردا ددن کتال خیرخانه سبز شد. حالا خب بحلوا گفتن دن شیرین نمیشه برادر عزیز. ما بریم امون نقطه ای که عامل پیروزی بود از امونجا شروع کنیم. حالا کل سیاسیون از امون نقطه گپ میزنه که شکست خورده، نه نقش داشت شکست روسا داشته سیاسی خارج، نه نقش داشت شکست رژیم نجیب داشته سیاسی خارج، نه گرفتن اقتدار دولت اسلامی مجاهدین داشت سیاسی خارج، نه پیروزی مقاومت داشت سیاسی خارج، نه بعد از این در مدیریت و رهبری، نه فدرالی به درد میخوره، نه تمرکز، نه تجزیه. و برادر گنجشک ده هوا رو پر چلتا، گنجشک ده هوا رو پر چلتا، در موی بهار گنجشکا به میلیون میلیون در فضا حرکت میکنن، تیر میشن و آدم سیاد به تفنگ چرت میزنه که یعنی 50 تا گنجشک به یک رپا باز میگیریم، باز گنجشک دانه 100 رپا میفروشیم، خودش در پایین شیشته هیچ چیزی هم به دستش نیست. حالا خب ما محاکمه وضعیت داشته باشیم، چرا هوای فیر کنیم؟ ما هیچ نام نمیگیریم. جلسات بین الافغانی، جلسات بین الافغانی، جلسات بین الافغانی کلگی مانده میشه. در هیچ کشور مثل ترکیه برایشون مجال دادن نمیتونه که قسم نشست بگیره بدل خود. ما این منطقه ایجاد کردیم، ما ترکیه را قانون ساختیم که تو بیاد منابع افغانستان سرمایه گذاری بکن با مدیریت مهار آب اشتیاد در کنترل آسیای میانه است، بیا سر 30 میلیارد متر مکعب آب دریا سرمایه گذاری بکن،
هم افغانستان توسعه یافته است، هم ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و آسیای میانه که تو به انگیزه های ازبکیزم و ترک تبری رحمه کردی 30 سال شده غیر ده هلیکوپتر میبری ده افغانستان رو میبری پس میگریزه و میبری پس گرفتن میاری. چی است؟ با قایده جامعه، با بدنه جامعه، با خود جغرافیا، با ملت، با توده های مردم که به چشم سرش شکست روسا را دیده، قدرت سیاسی را در کابل گرفته، مقاومت به چشم سرش دیده، عالم هست. دیگه ترکیه و کشورهای دوست گفتیم دنبال 1% سیاسی ناکام نروین. با واقعیت های بدنه ملت بیاین. اگر امروز احمد شاه مسعود نیست، صدها هزار نسل تحصیل کرده دانش میور ذکور اوناست دانش شعوری احمد شاه مسعود داره. نه با جنگ براندازی ناکام وابسته به منابع خارجی با تجهیزات و پولی بدل یاشه که باز پس وارمون شود، با مبارزه نرم ملی فرهنگی، با مبارزه نرم ملی فرهنگی، با تفاهم و تعامل، با واقعیت حاکم که جغرافیا و نیرو در دستش است. ما ملت و جغرافیا خود را باید مدیریت بکنیم. بنان یک گام در داخل، سه گام در بیرون. اونم هم بیرون مدیریت میکنیم، هم داخل مدیریت میکنیم. 3-4 جلسه بین الافغانی دیگه را بگیریم، دیگه کدام محور از داخل کشور اروپای امریکایی که شعار بده که ما حقوق زن میخوایم، حقوق مرد میخوایم، ما لیبرال میخوایم، ما فدرال میخوایم، ما تجزیه میخوایم. در اتاقهای خلوت شخصی در استخبارات مکس 40 میلیون رهبری کرده میتونه؟ 40 میلیون جمعیت چه رقم باید امروی خود ببره؟ تمام سیاسیون در مهمانخانهش میشینه فدرال فکر میکنه، با در فیسبوک میبره گپ میزنه، در حالی که بدنه و ملت که به قدرت جهاد و خون شهدا به دست آمده بود، قدم به قدم قدم به قدم به سلیقه های ناکام رها کردن و فرار کردن، رفتن از کشور. حالا بین ما و شما سری واقعیت های عینی صحبت بکنیم، به یک جنگ نظامی نه، به یک کار علمی نرمی دراز مدتی بدون خونریزی، بدون هزینه وابسته شدن به استخبارات منابع خارجی و گرفتن بدل یاشه که بدن نوکرش باشیم سوار شود. نه، اینال شما من حیث تحصیل کرده های نامنیک و بدنه احزاب جهادی و جریان های سیاسی، ما میخواییم که نشست های بین الافغانی را با سطح شخصیت های سیاسی در اون جناح های جمعیت داشته باشیم که جمع کنیم، بعد با شخصیت های سیاسی احزاب جهادی نشست بین الافغانی داشته باشیم که جمع کنیم، بعد نشست بین الافغانی با تمام حلقات و میوارای سیاسی افغان باقی مونده از رژیم دموکراتیک خلقی جمعش کنیم، بعد با نماید جهت های سیاسی سلخ های بدنه جمهوریت 20 سال منفور که در حلقات متعدد در کشورهای اروپایی با امید هوایی را میگردن، اونا را هم بیاریم در جلسات بین الافغانی، باز مجموعی این روایت ها را جمع بکنیم، به یک سند تقنینی، به یک رکن تبدیل شیم که در کنفرانس بین المللی حضور پیدا بکنیم. حالا با یک سلیقه دانه تسبیح کندگی جلسه خیلی چی معنی داره؟ و بین خود جور نمیه طالب یک دوست جامعه جهانی با منطق. اینا کی هستن؟ باید تا ظرف 3 تا 6 ماه ما ظرفیت ایجاد بکنیم که در مجلس وقتی که صاد بشیم اونم انسجام را که طالب منیس امارت داره یک دوست، ما از کل سیاسیون خارج کشور باید غیر طالب یک دوست داشته باشیم و غیر از این چاره نداره. تفاهم و تعامل با داخل کشور ما انجام دادیم، انسجام سیاسیون از بیرون هم به یک رکن سیاسی تبدیلش میکنیم. یک راه است، غیر از این دیگه هیچ راه با کسی وجود نداره، هیچ کس دوست نداره. و السلام علیکم و رحمت الله سید. تشکر دقیق است جناب سفیر صاحب، اما متعلای تاریخی تا مثال دقیق است و مهم است برای هر کدام ما شما مهم است و واقعا چقدر یک از قوم تاجک زحمت بکشه و بالاخره سید نبی نبیل شبه با تمام معلومات و تمام تاریخ زنده از کشور در جای شک نیست. اما دو چیز دیگر هم فراموش نکنیم جناب نبیل صاحب، که مثلا در سال 71 و در 81 در هر دوی شام تا بدندان مسلح جغرافیا قدرت در پیش شام بود. چیزی خطرناک‌ترین مشکلی بود که یک طرح سیاسی یا برای ساختار حکومت چیزی نداشتن، همی بود که با وضعیت رسیدن. این گپ سر ازی است که تا زمانی که چارچوکات به اصطلاح اداری یا سیاسی و حکومت مطرح نمیشه جنگ شروع میشه. ما تشویش نمی است که جنگ چی میشه، جنگ هم رقم شما گفتین از پایه های هندوکش و فلان و فلان، بالاخره با جنگ شروع میشه، با چه مردم میمره، با
وكمان ده وقت كده قدرات رسيدن يكون قسمات الجغرافية رجلتن باز بين خط ميزنن چیزی که نو است و چیزی که تازه تجربه میشه نمی است که پیش از اینکه مسائل جغرافیا بگیره پیش از اینکه مسائل به اصطلاح طرف کدام به اصطلاح تحول تغییر می آید بعد خط به اصطلاح اداری سیاسی آینده کشور واضح باشه که این خط سیاسی چی می باشه امارت قبول میکنن خود تیار است شاهی را قبول میکنن خود 40 سال تجربه قبلی را هم داره جمهوریت قبول میکنه جمهوریت متمرکز این 20 سال حداقل تازه اقتدار تجربه کردن یا جمهوریت غیر متمرکز یا فدرال این یک چیز نو است بنابراین ای قبلا این کار تجربه شده جناب سفیر صاحب که مثلا برو بخر جغرافیا را گرفته مادم جغرافیا را که گرفت هر گروه هر کسی که این کابل حاکم شد در یک کس نمیده ما شما دیدیم حتی ازم یک محل باز جا با جا میشن در یک کس نمیده باید نارضایت شروع میشه پس جنگ میشه این کلان جنجال نمی است تشکر جناب سفیر صاحب بزرگوار بله جناب به همه خاطر ما گفتیم که دیگه جنگ راه حل نیست ما دیگه از کوه سر نشیم جغرافیا را نمیگیریم که بنیه به کلیه دیره بشکنیم گفتیم که ملت در داخل جنگ نمیخواه سیاسیون در بیرون باید در جلسات بین الافغانی به یک رکن تبدیل کنیم خلاص یعنی می رقمی که طالب یک دست است سیاسیون غیر طالب از احزاب جهادی گرفته تا جمهوریت تا بقای دموکراتیک خلق طالب نیستن اینا رو باید یک رکن شما اینه می صدر و در ادامه تفاهم و تعامل ما با یک رکن سیاسی در یک کنفرانس بین المللی با حضور جامعه جهانی امارت اسلامی را با دیدگاهاش رکن سیاسی غیر طالب با دیدگاهاش با حضور جامعه جهانی به یک نتیجه میرسیم حکومتی همه شمول عدالت اجتماعی ضرورت است امیال مردم ازبک و تاجیک و هزاره متنفر از کلان های ازبک و تاجیک و هزاره است پشتون نوبت نوجه نرسه بخش یعنی 30 سال ظلم بالای ازبک و تاجیک و هزاره پشتون نکده ازبک تاجیک هزاره بالای مردم خودش ظلم کرده از نهایت بی‌عدالتی و ظلم و استبداد و کلان ازبک و تاجیک هزاره مردم رفت در قندهار بیعت کرد با مولا هیبت الله به نام شریعت آمد داخل خانه زندگی کرده چرا این واقعیت نمیگی؟ حال پس همون کسی که مردم اینا را متنفر شد رفت و قندهار بیعت کرد با مولا هیبت الله آمد که بیا امیرخان متقی به ما گفت وزیر خارجه که جناب آقا قاسم ما کابل با توسط جنگ قندوری ورده جنگ کرده نگرفتیم از پشتون جنوبی نیومدیم از پشتون جلال آباد نیومدیم مردم تخار و بغلان و بدخشان و شمالی بزرگ و پنجشیر به شریعت تسلیم شده نه به قندوری ما با نام شریعت بر اوضاع مسلط هستیم و با وی گپ خود صادق هستیم سعی که فراست هست سعی که شعور هست سعی که به منطقی ما را قریه به قریه سلیقه خود جمع کرده نتانیست شورای همگی چی تجربه بود؟ عدالت همه رقم به دست می آمد؟ زیدی دولت اسلامی مجاهدین کودتا چی بود همون؟ جنگ داخلی بین حزب جمعیت منطق داشت؟ جنگ امارت اسلامی با دولت اسلامی 10 سال منطق داشت؟ همین 2 سال بعد از حکومت طالبا فعلا جنگ خوارج و داعش ای چی است؟ بیاین نگه پلش کریم دیگه دنبال گپای مفت ترانخانه شهنامه فردوسی رو دیگه طلاق بودیم دیگه چیزی بدد نمیخره با ثوابت دینی و ثوابت ملی خود باور داشته باشید و با ثوابت دینی و ثوابت ملی به فرهنگ ملی دست پیدا میکنیم که دینی محور است و ثوابت محور است 40 میلیون انسان با هم برادر است و برابر است هزارها ازبک و تاجیک هزارها پشتون بین بگر خیشه کردن خسر و خسر برا و داماد شدن که هرگز مجالی برای نفاق در بدنی ملت نیست 3-4 تا سیاسی ناکام فتنه جور میکنه بدلی هاشم میگیره مثل رهبرای سیاسی جمهوریت از جامعه پشتون که یک چوری جای نداشتن ملاحی بطر رهبر جامعه است که میگه قدرت هم میگیره خیلی 150,000 ارتش امریکا 3-4 تا پشتون لیبرال سیکولار به نام پشتون در ایجه بود بدون تئوری امریکا خانه رفتن نمیتونست این چی است؟ این قصص از ازبک تاجیک هزاره سیاسی ملت غیر ازی است 99% آرامی میخواه، ثبات و صلح میخواه، برادری با هم برادر دینی هستند. شیعه و سنی با هم برابر است و برادر است. چند تا سیاسی بدل یا شخور برای مردم ماجرا جور میکنند. بین بعض از بعد بکشیم. بخیر باشیم. و علیکم و رحمت الله و برکاته. نبیل سلام محترم. خدا کند که جور و سلامت باشیم. از نظریات و از افکار شما سپاسگزارم.
افکاری که شما دارین ضرورت این ملت و حکومت است. به نظر شخصی من ضرورت این ملت و این حکومت کنونی هست. افکاری که شما دارین، میدونم که مسائل اقتصادی نمیتونیم، اصلا نمیتونیم که از مسائل سیاسی جدا بسازیم و یا مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی جدا بسازیم. طبیعی هست از قرن و قرون، طبیعی است که مسائل سیاسی متصل با مسائل اقتصادی است و مسائل اقتصادی متصل با مسائل سیاسی هست. ما نمیتونیم که این مسئله طبیعی طبیعت، این مسئله طبیعی انسانی که کتاب ها سرش نوشته شده است لکچر ایسو که، بلکه کتاب ها کتابخانه ها در این به این مسئله از کتاب ها پر شده است. خب شما که گفتین که جناب یوسف امین مرا مخاطب کردیم که به مسائل اقتصادی افغانستان که فکر میکنین، لطفا به مسائل سیاسی هم فکر کنین تا مردم این سرزمین را منسجم کنیم. چرا که نه، فکر میکنم. اما برای این اجراءات افکار صحیح و مثبت که در عمل ظاهر بشه و عملی بشه، یک چند نکته در خدمت شما ارائه میکنم. اولا حسن ظن با یک دیگر. اول وقتی که من حرف میزنم باید شما حسن ظن داشته باشین، حرف های مرا تحریف نکنین و از من نترسین، زیرا که من یک برادر مسلمان شما هستم. اگر که یک نظر اختلافی یا در یک جزئیه با شما اختلافی نظر داشته باشم، و من همینطور وقتی که شما حرف میزنین باید من یک حسن ظن اسلامی داشته باشم که نبیل صاحب این حرف را زد، هر چی قد که شیطان مرا وسوسه میکنه که او نبیل صاحب خیلی یک هدف منفی دارد، نه نه بگویم باید که نه خیر، نبیل صاحب برادر من هست که از هر کنج کناره این سرزمین هست، یک مسلمان است، باید نظرش تقدیر کنم و با سر نبیل صاحب حسن ظن داشته باشم. اول نکته بود. نکته دوم که باید گوش بدهیم با حرف های یک دیگر را که چی میگوید و فکر کنیم که چی گفت و چی هدف دارد. باید از کلمات و حرف هایی که با یک دیگر برای یک دیگر را ارائه می کنیم استفاده بنماییم. دوم، باید خیلی شنونده خوب باشیم. شنونده خوب خیلی برای فهمیدن مسائل خوب هست. باید انرژی داشته باشیم که صوت هر قد طولانی باشد باید گوش کنیم که این نبیل صاحب چی میگه و چی میخواست و هدفش چیست. پس از حسن ظن شنونده بهتر که باشیم خیلی 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 بهتر میاید. سوم، صادق باشیم. وقتی که یک چیزی میبینیم به چشم خودمان باید به حکومت و ملت و به متخصصین و با استعدادهای افغان باید بگوییم که این چیز واقعیت است. صادق باشیم، باید نترسیم. صادق باشیم که نبیل صاحب محترم این موضوع به نظر من اینطوری است، خدا نکند که از من خپشی، باید شما به من بگید که این موضوع باید اینطور به پیش برود.
یو آقای یوسف باید از من خفه نشی، باید منم خفه نشم، باید شما الان یک نقطه ضعف افغان ها کلن دارد به نظر من، که خیلی کمی استعدادها و اراکین افغانی داریم که این نقطه ضعف ندارن. دیگه اکثریتش دارن، دیگه اکثریتش دارن که مسائل شخصی و فهم شخصی و نظر اختلاف شخصی آنقدر کلان میگیرند که موضوعات ملی تحریب میکند، موضوعات ملی از بین میبرند، اختلاف سیاسی نظر شخصی آن حد کلان میگیریم که یک موضوع ملی برای نظر شخصی و برای کامل کردن انتقام یا چیزی اون موضوع ملی شکار نظر خودمان میکنیم. اما در تاریخ با مردهای بزرگ این ثبت شده است که نظر شخصی شکار نظر ملی و موضوعات ملی کردن، مثل که مردهای بزرگ منافع شخصی قربانی منافع ملی میکنن و نظر شخصی و اختلافات شخصی شکار اتفاق ملی میکنن. اینطور نمیکنن که منافع ملی شکار منافع شخصی بکنند یا افکار عمومی و ملی شکار افکار شخصی بکنند. ممنون. این سه نکته بود در نظر من. خدا کند که شما هم با من در این سه نکته موافق باشین تا که من مطمئن بشم که این مثبت است. اگر چیزی تخطی از دهن من یا از فکر من وارد میشه، شما اختیار کامل دارین که اشتباه من را اصلاح کنین. السلام علیکم و رحمت الله. جناب حضرت معین سپهکان سلام الله علیک، ما برای خوب است این موضوع را جدی بگی. من ایسی رئیس کمیته سیاسی جنبش ملی و مشاور، برای نک کار جدید آغاز بکنیم. هر روز تراژدی میگیریم، ما شما میشنویم ابزار میشن به دست مردم به بحران. امیال مجاهده افغان ترک، همسنگرای تایر یولداش، جمعی نمانگانی در جهاد علی شوروی، رجب طیب اردوغان عقل داشت، حکومت ترکیه مجاهده افغان ترک شد استقبال کرد، پس گشت رفت افغانستان، گفت برنامه دیگه از ملت مسلمان ترکیه در جهاد اکبر ملت مسلمان افغانستان شرکت کردیم، شما گناه را از گردن کل 80 میلیون 100 میلیون مردم ترک خلاص کردین که جهادی کفایی کردین به نمایندگی از ملت ما. بنام شما قدردار است. هیچ دایشی و انتحاری ترکی افغان ترک وجود ندار، همش فیلن در رسانه و مشاورین رجب طیب اردوغان در حکومت، در رسانه، در قدرت، در اقتصاد شریک هستن و همین نشست بین الافغانی هم به برکت اون مجاهد افغان ترک دیپلماسی همون های کار را با ما انجام داده است. یک، در کویت وقتی که امریکا کویت از صدامش آزاد، مجاهدای افغان کویتی همش از داخل افغانستان همش مسئول حرکت کن بره از پشاور عبدالله ازام، گفت چی بکن در جهاد افغانستان مجاهد جهاد شما برین در وطن خودتان، فیلان اشغال شده بود اینالی امریکا کمک کرد برامده برین مدیریت آل سبام گریخته رفته مسلم زایر شاوری در سعودی. وقتی است که برین شما مجاهدای عاقل قدرت بگیرین، رفتن داخل کویت 35 روز حکومت کردن، اینمی تجربه قرارسازی امنیتی را در شهر کویت تنظیم کردن، ایوازی پولیس و اردوی از همپاشیدگی مجاهدای افغان کویت 35 روز حکومت کردن و امریکایی ها 6 تن صحبت کردن، گفتن که ما تشکری میکنیم که شما وطنی ما را از اشغال صدام کشیدین، لیکن ما یک پیشنهاد داریم که همی 1 میلیون مسلمان کویتی فهم خود از دین داره، ما خودمون مبلغ دین خودمون هستیم، تو امریکایی با ما دین تعلیم ندی.
اما در سیاست خارجی ما تابع ایالات متحده آمریکا هستیم، یک ملن کویتی چیزی ازش ساخته نیست، در سیاست خارجی تابع تو هستیم و بناهن در سیاست داخلی تو معلم دینی ما نشد، در سیاست خارجی ما معلم سیاست تو نمیشه. خلاص این میشه موافقت کردن قطعی آمریکا امضا کردن مجاید داخل با مشوری عمش مسعود عبدالله ازم. بعد از او که هست اینالی کل قدرت نظامی امنیتی استخباراتی کویت در دست نموی خوانی و مجاهده افغان کویتی عاقل است که در داخل افغانستان پیش ما شما هوشیار شدند. بعد از او این حکومت هم که آمد آله 70% 80% زیربینا اقتصاد کویت پیش امی اسلامگره های خوانی و سلفی و اینه میناست شرکت ساختن تم اینه 90% 80% خود رفتن در مؤسسات علمی، پانتون های خصوصی، مراکز آموزشی، شرکت های اقتصادی، سوپرمارکت ها، اینتس. فعلا هیچ کویتی دیوانه و دایشی و افراطی وجود ندارد. ترکی وجود ندارد. و بعد همشون تاجیکستان اون رقم جمع شد فضل خدا توسط روانی همشون مسود. امال رحمون کار عقلانه کردن، نه کار احساساتی حماقتی. کار عقلانه کردن، کار استراتژیک. تاجیکستان مدرنی پیشرفته به مزه عروس محصول خلاقیت علمی سیاسی استاد ربانی همش مسعود در میزبانی بود که مثل پاکستان و ایران شیطنت نکردند که 7 حزب سنی جور کردن و 8 حزب شیعه به خاطر سربازگیری و عمق استراتژیک ایران و پاکستان همش مسعود استاد ربانی ملت تاجیکستان خراب نکرد. این ملت یک دست یک پاشه هر روز آبادی زیبایی ازبکستان که ناف تاجیکستان میکشید نفس کشیده نمیتونست دیدی که بندهای برق چه رقم رحمانوف ساخت وقتی که ما رئیس جمهور ازبکستان گفت که این بندر که رحمانوف در بالا جور میکنه این احمق است، حماقت میکنه و ما نمیتونم تحمل بکنم، امام علی رحمان در پاسخ گفت که این آب حیات است و این چراغ قرمز این تاجیکستان است. اون ملت چند دست یک پارچه بود، کس بحران دارون جور کرده نمیتونست. ازبکستان مقتدر رفت، امام علی رحمان در تاجیکستان شیشتن بین دیگر موافقت نامه آبی را امضا کردن با مدیریت مهار آب به صورت مشترک انجام دادن که از او کلانکاری ازبکستان ماند و تاجیکستان هم از او ضعیفی برآمد. این دو همسایه مقتدی در توسعه کار میکنن، اما حکومت ازبکستان، مردم ازبکستان از یک ناحیه به نام اسلامگره ها، داعش، انتحاری همیشه چارش ترکستان شرقی فلان پیروای دومنگانی پیروای طاهری یولداش شب تا روز نه حکومتش خواب داره نه مردمش. باید از این مرحله بکشن. جنرال دوستون باید اما کاری را بکنه که استاد ربانی همش مسعود بچی کرد تاجیکستان کرد. آیلی زنده هستی بکنه بگیره بگرد چی آیلی گپوی مفتره میگردی ابزار بس از دیگه ابزار کاجی بشیدن. ولی به نفع کاجی مهمی است که سمرقند و بخارا دوباره احیا شد. او وقتی که لنین و بلشویکا دشمن خدا و رسول و سمرقند و بخارا بود و از بین رفت، ولی روسیه با عمق استراتژیک در جنگ با اوکراین بر ضد ناتو به عقبه مسلمان کار داره، حالی میره سمرقند و بخارا را مرکز میگیره، بعد از اینکه تبله خانه اسب جور کرد و برد از بین برده بود مساجده، پس دوباره حالی به احترام امام بخاری میره مجلس میگیره وزاره خارجه شنگهای و روسیه در سمرقند و بخارا. این میخوان که به این شکل شعار از اسلامگرایی ها بگیرن که ما خدمت میکنیم به مجد و عظمت امام بخاری و سمرقند و تمدن اسلامی و یکا احترام داریم، اونو میره باز این کارا را میکنه دیگه. به این ترتیب ما امیدوار هستم که مثلا در سعودی هم کمیته ناصحین در وقت ملک فهد بود، تمام اخوان سعودی، افغان العربی سعودی وقتی که برمیگشتن کمیته ناصحین از پیشون تعهد میگرفت. کمیته ناصحین متشکل از کبار علمای حکومت سعودی بود و رهبرای اخوان المسلمین. یعنی ما که در کویت و سعودی در سفارت موفق بودیم کل کار دیپلماتیک متوسط ما افغانای مجاهدای افغان العرب سعودی، افغان العرب کویتی بود که در سنگر امر امام بودن. یادداشت روان بکنم با وزارت خارجه کاپیش در دست اینا میدادم، من رفتم ملاقات قیهر وزیر انجام دادم میامدم یک مبت پاسخ میاد در تشریفات که شما زمین ملاقات هم مساعد شده. این حالی اقا ظرفیت موجود است، بکش بگو از این لطکش کردن جنرال دوستمو بگو در این قضیه واقعی عمرت مصرف کن، یک کار تاریخی بکن، سرباز نشوند دیگه ملت ازبکستان با منافع ناتو و امریکا و یا ابزار جنگ نیابتی روس و امریکا بین هم دیگر بین خط ازبکی به هدف ملی قومی ازبک و ازبکستان بشینن بین هم دیگر به توافق برسن.
بس سلام او او شهروان زندگی بکنه او حکومت بکنه خلاص مثل رضایت اسلامی تاجیکستان تو خیلی گم کرده نمیتونی کشته نمیتونی هر مجاهدی ازبکستانی ولی چهار زن گرفته چهار زن گرفته هر کمو چون چوبچه کرده پنج سال بعد دیگه چندین هزار تولدی فکری یلداشی و جمعی نمانگانی و نقص بریلادین است چکار بگیم؟ این رقم بگریز میشه؟ نمیتونی بشینین بینیم دیگر مشکلتون حل کرد مثل مثال هایی که براتون گفتم و السلام علیکم و رحمت الله سید نبی نبیل